به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه آقا پسرها و دختر خانوما. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. بالاخره کلاس‌های آنلاین گاج شروع شد. اینجا استودیو گاجه و با اولین جلسه از کلاس شیمی سال دهم در خدمتتون هستم. من رضا فولادپورم، امیدوارم که یک سال خیلی خیلی خوب با همدیگه داشته باشیم. اولش دو سه تا کلمه خودمونی با همدیگه خورده صحبت کنیم. جلسه صفر، زیاد نمیخوام اذیتت کنم. کنکور سال 99 به همه ثابت کرد که سختی سوال یعنی چی. میتونم بگم به جرأت سخت‌ترین شیمی 20 سال اخیر بوده. البته طبیعی هم بوده، چون که تعداد داوطلبا انقدری زیاد شده بود که بالاخره یه طوری باید قربال میکردن، ولی واقعا رحم نکردن. اینو دارم صادقانه بهت میگم، اگر با روش‌های کتاب درسی بخوای جلو بری میتونی سوالا رو حل کنی، ولی نه توی 35 دقیقه، توی حداقل 3 ساعت و نیم. واقعا حل نمیشه، تکنیک میخواد. یادتون بیاد روز کنکور سال 99، مقایسهش کنید با سال 98. 98 دیدین خیلی از دبیرا میومدن میگفتن که مطابقت با نمیدونم جزوه من، مطابقت با فلان جزوه، مطابقت با فلان کتاب. چرا سال 99 این حرفو نزدن؟ چرا سال 99 وقتی کلید دادن این همه کلیدها با همدیگه متفاوت بود؟ چرا وقتی که یک دبیر توی خونه زیر کولر نشسته داره سوال رو حل میکنه باز میاد غلط میزنه؟ این نشون میده واقعا علم حرف اول رو میزنه. ما توی سایت گاج دقیقا روز کنکور همه سوالا رو حل کردیم، نمیدیم تحلیل کنیم ما بگیم اینقدر سخت بوده، اینقدر چند عبارتی داشتیم. سوالا رو حل کردیم، با تکنیک هم حل کردیم که تو متوجه بشی فرق بین تکنیک و چیزایی که مثلا به درد کنکور سال 84 اونم آزادش میخوره. تکنیک باید علمی باشه، یعنی تو واقعا باید اشراف داشته باشی به مطلب، بعد بخوای بیه سوالا حل کنی. این نکته رو گفتم که متوجه بشی با چه کلاسی روبرو هستی. شیمی سخت ترین درس کنکور سراسری بوده، واقعا سخت بوده. یعنی بخوای میانگین درصدهای رتبه برتر رو حساب کنی، بعید میدونم بیشتر از 60% باشه میانگینشونو. درسیه که واقعا نفسگیره، هم محاسباتی داره، هم مفهومی داره، هم حفظی داره. 35 سوال 35 دقیقه. یه مثال بزنم مطلب خوب برات جا بیفته. فرض کن رفتی مدرسه، بعد پدر مادرت هم اومدن کارنامت رو بگیرن. کارنامت معدل شده 12. اگه مادرت بیاد بگیره 3 روز باید قهر میکنه، اگه پدرت بیاد بگیره شاید رنگ پوستت تغییر کنه. اما اگر همین 12 رو توی کنکور تکرار کنی میشه 60%، رتبه زیر 1000 میاری. چه تفاوتی داره این دوتا؟ چرا تو آزمون تشریحیه 12 بده ولی تو آزمون سراسری خیلی خوبه؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه توی آزمون تشریحی کلن 2 ساعت وقت داری برای 20 سوال، اما توی آزمون سراسری 35 سوال 35 دقیقه. درد ماها اینه، بچه ها با دید تشریحی میان به سوالا نگاه میکنن. یعنی از همون به بسم الله شروع میکنه، از همون اول سوال یک چی گفته میخونه، تشریحی هم شروع میکنه حل میکنه. یعنی اصلا هیچ نگاه به گزینه، هیچ روش تستی، هیچ تکنیکی، هیچ ایده‌ای، همونطوری با همون سبک شروع میکنه. بعد انتظار داره یه معجزه هم اتفاق بیفته. ما مهمترین کاری که تو این کلاس انجام میدیم، علاوه بر کارهایی که سر امتحانات تشریحی انجام میدیم، نکات کتابو کاملا بررسی میکنیم، به شما یاد میدیم سر جلسه چجوری حاضر بشین، چجوری به سوال نگاه کنین، چجوری وقتی داری تست حل میکنی محاسبه رو بیخیال بشی، تقریب بزنی، اصلا عدد آشنا باشه برات. بریم سراغ یه خورده صحبت کردن درباره روش ها. توی کتاب درسی خیلی از روش ها عنوان شده. یه سری کادر زرد رنگمون کناره ها هست که گفته این مبحث توی کنکور سراسری مجاز نیست طرح بشه. ما هم قبول میکنیم، ولی نمیدونم چرا توی کنکور سراسری 4-5 تا سوال از همون کادرها طرح شده. چه گناهی کرده اون دانش آموزی که به کتاب درسی اعتماد کرده؟
حالا باز خوبه اینا اومده توی کتاب و گفته ازش نمیاد. دو سه تا سوال مثلا مبحث محدود کننده هیچ جای کتاب درسی نیست. سه تا سوال توی ریاضی امسال، دو تا سوال توی تجربی امسال اومد. این که تو کتاب نیست. پس چیکار کنیم؟ اینجا فقط باید به من اعتماد کنیم. یعنی اگر یه نکته‌ای رو من گفتم خارج از کتابه، یه نکته‌ای رو گفتم که اصلا به درک تو کمک میکنه، نگو فولادپور چرا داره بالاتر از سطح کتاب کار میکنه، به من اعتماد کن. اعتماد کن و نتیجهش رو قطعا زود میبینی، مطمئن باش. امروز حالا بیشتر من میگم خستت نمی کنم، کلا قرار دو سه تا تست با هم دیگه حل کنیم، یه سری حالا جزوات رو نگاه کنیم، نحوه کار رو کار کنیم، مثلا بیان منو ببینیم. من اول اینو یادم رفت اولش بگم، من طلبه نیستم و من مدلم این شکلیه، اصلا احساس قربت با من نکن. هر جلسه تقریبا پرسش و پاسخ داریم، هر جلسه من متن کتاب درسی رو بررسی میکنم، اون نکاتی که حفظیه بهت میگم، کدوم قیدا مهمه کدوم قیدا مهم نیست، کجاهای واژه‌نامه مهمه. آقا واژه‌نامه خیلی مهمه ها، دو تا تست توی کنکور همین امسال اومد ازش. واژه‌نامه یه کتاب درسی محجور اون ته تب بدبخ افتاده یه گوشه، کسی هم نگاش نمیکنه. یه سری نکات فقط تو اونجا اومده، فقط ها، یعنی تو متن کتاب درسی نیومده اما توی اونجا تکرار شده. پس اگر از اونجا اومد تو نظری گله نکنی ها، نگی کاش به حرف فولادپور گوش میکردم. اینم از این مطلب. ما اول مباحث رو کاملا تشریحی درس میدیم، تستیش هم میگیم، بعد خودت عقل سلیم داری، 15-16 سالته دیگه، آقا پسر یه دختر خانم خیلی بالغ شدی برای خودت، عقل سلیم داری، تشخیص میدی از کدوم روش استفاده کنی. آقا اومد و یه نفر از روش تستی من خوشش نیومد، اولی که بیجا کرده، اگه خوشش نیومد از روش تشریح بده، بعد خودش مقایسه کنه زمانهای حل شده رو، تقریبا زیر دو برابر نیست. واقعا کنکور تکنیکا حرف اولو میزنن. آقا کنکور سراسری امسال توی هر دو گروه به صورت میانگین 9 تا مسئله دو قسمتی داشت. تو سوالو بخونی 20-25 ثانیت رفته، سوالو بخونی بفهمی از کجا اومده. بعد اینطوری نیستش مثل امتحان تشریبی فکر کنی خب این از این راه حل باید حل بشه، بعد فرمولا تازه یادت بیاد. نه، سوالو دیدی 3 ثانیه وقت میذاری، از اینجا قراره به اینجا برسم، بقیهش محاسبات ریاضیه. کنکور جای فکر کردن نیستش. انقدری باید تست زده باشی توی خونه که متوجه بشی آقا این سواله خیلی سخته، با اینکه بلدم، من دانش آموز شاخیم، من این سواله رو بلدم، ولی به درد من نمیخوره، زمان خیلی زیادی ازم میگیره. تو وقتی تست خیلی زیاد نزده باشی چجوری میخوای بفهمی این سوال سخته یا آسونه؟ چه شکلی میخوای درک کنی از روش بپرم یا نپرم؟ زمانت کشته میشه ها. حالا بریم سراغ جزوه ها و اسلاید ها، یه خورده سر اونا با هم صحبت کنیم. من قبلش چند تا قانون رو سر کلاس بهتون بگم. اگر من دانش آموزی رو سر کلاس آوردم بالا و ازش پرسیدم، حق نداره جواب نده. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر دانش آموزی رو آوردم بالا ازش سوالی پرسیدم، حق نداره جواب نده. نگید فولادپور آزار داره چرا داره اینطوری میکنه، ما میترسیم سر کلاسش. به خدا قسم برای خودت، تو وقتی به یک موضوع فکر میکنی و اشتباه جواب میدی و من تصحیحش میکنم، این مطلب توی ذهنت میمونه. شده تا حالا یه امتحانی رو کم بگیری بعد معلم بیاد بررسی کنه، دیدی اون مطلب چقدر تو ذهنت میمونه؟ اینم دقیقا همونه. اینم بگم همین اول کاری، نمرت که دست من نیست، معلم مدرسه‌ات که نیستم بخوای از من بترسی بگی فولادپور نمره کم میکنه یا نمیکنه. من همه این مطلبا رو بلدم، کنکورم ندارم، استرسم ندارم، اما شما این که باید تلاش کنین برای اون چیزی که میخواین، اون چیزی که خیلی سال رویاشو تو ذهنت داشتی. اینا رو دارم میگم که اهمیت کلاس رو درک کنی. من رضا فولادپور نمیخوام شخصیت استاد برات داشته باشم، مثل یه برادر بزرگتر، یه خانواده ایم، یه سال قراره کنار همدیگه شیمی کار کنیم،
قراره با همدیگه زندگی کنیم. توی خانواده معمولاً، حالا اگر اسم منو بذاریم بزرگتر، بقیه حرف بزرگترها رو گوش میدن، میدونن به خیر و صلاحشونه. حالا با کاری به زندگی ها امروز ندارم ها، که کلن نسل و عوض شده، ولی بیایم شبیه قدیم زندگی کنیم. اینا رو دارم میگم که اینو بفهمی، موفقیت تو خیلی برای من مهمه. اصلا شاد میشم یه نفر از خوزستان به من زنگ میزنه یه فلاتون، من حال کردم شیمی رو اینقدر زدم. از بندر زنگ میزنه، از شمال زنگ میزنه، خیلی حس خوبی داره. بعد به این فکر کن، بدی سر جلسه سوالا برات آشنا باشه، حل کنی، با خیال راحت بیای بیرون از جلسه. بعد هی به بقیه نگاه کنی، لبخند بزنی. نمیدونم تا حالا سر جلسه کنکور رفتی یا نه، حال بقیه رو نگاه کن. دانش آموزا رو نه، اولیا رو نگاه کن. بنده های خدا انقدر استرس کشیدن که کمتر از اون دانش آموزی که رفته سر جلسه کنکور نیستن. حس خوبیه اگر تو این حالت رو نداشته باشی، بری همه چیز تو بذاری سر جلسه کنکور، بهترین تو انجام بدی، بهترین نتیجه رو بگیری، به شرطی که به حرفا گوش کنی. خب فصل اول، کیهان زادگاه الفبای هستی. اول فصل، حالا من اینا رو جلسه بعدی مرور خواهم کرد، اول فصل درباره مهبانگ و اصلا ستاره ها، پیدایش عناصر و این قصه ها صحبت میکنه. یه مروری میشه به شیمی ها و حالا بگم علوم خیلی بهتره دیگه، علوم متوسطه اول. نماد عنصر، عدد اتمی چیه، عدد جرمی چیه و اینا چیکار انجام میدن، چه اطلاعاتی رو به ما میدن. اینا که میگذره با مفهوم ایزوتوپی که توی متوسطه اول خوندی آشنا میشی، میفهمی ایزوتوپ چیه، چند تا ایزوتوپ بهت معرفی میشه و اینجا میریم سر مسئله های جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها. ما میدونیم که ایزوتوپ ها هر کدوم از عناصر، حالا قالبشون بخوایم بگیم، یه سری ایزوتوپ دارن. ایزوتوپ چیه؟ عدد اتمی یکسان عدد جرمی فرق میکنه. مثلا ما داخل طبیعت هم منیزیم 1224 داریم، هم 1225 داریم، هم 1226. بخواییم توی جهان بگیم جرم اتمی میانگین منیزیم چقدره، باید جرم اتمی میانگین حساب کنیم. من روش کتاب درسی رو هم میگم، روش تستی رو هم میگم. تست 99 رو میذارم جلوت، خودت مقایسه کن. از اون روش اولیه بری چقدر طول میکشه، از این روش دومیه بری چقدر طول میکشه. خب بریم اول یه خورده درباره هیدروژن صحبت کنیم. چرا میگم هیدروژن؟ توی کتاب درسی دوستای افغانستانیمون هیدروژن و هیدروژن نوشتن. جالبه ها، کتاب درسیاشون هم به شدت کامله، واقعا دارم میگم. میتونید حتی به عنوان این منبع نگاه کنید و شاید یه سری چیزا هم یاد بگیرید. اصلا یه سری مطالب ما توی کتاب درسی خودمون تو دبیرستان نداریم، تو دانشگاه باید بخونیم. خب توی کتاب درسیتون درباره هیدروژن این جدول رو آورده، این جدول رو آورده، بعد اومده دربارهش سوال کرده. اگر دقت کنید هیدروژن ها رو اینجا من آوردم، همون جدول کتاب دیگه، از 4 تا 7ش ساختگیه. یعنی من هیدروژن توی آزمایشگاه میتونم بسازم، مثالش هم این 4 تا، درسته؟ اینا ساختگیه، اما به ترتیب جرم پایداریشون زیاد نمیشه. جلسه بعدی خیلی مفصلتر صحبت میکنم. ما 3 تا ایزوتوپ داریم، هیدروژن 1-1، 1-2، 1-3 که طبیعی هن. این دوتا پایدارن، اما این ناپایداره. نیمه عمرش 12.32 سال. آقا ما هنوز نخوندیم نیمه عمر چیه. فرض کن 1 کیلو از این هیدروژن 1-3 اینجا باشه، بعد از گذشتن این مقدار زمان این 1 کیلوه میشه 0.5 کیلو، بقیهش تبدیل میشه به انرژی. ادامه میدم، یه انقدر سال دیگه از دوباره میگذره، اون 0.5 کیلوه میشه چقدر؟ 1/4 کیلو. همینقدر هی جرمش نصف میشه، به این میگن نیمه عمر. خب تمام نکاتی که از توی این جدول تو باید استخراج کنی رو من لقمه کردم توی این جدولی که الان نشونت میدم، توی این نمودار بهت میدم، تو راحت میتونی استفاده کنی. نگاه کن اینجا رو،
میگیم سه تا ایزوتوپ طبیعی داره. کیا بودن؟ هیدروژن 1، 2، 3. میام میگم فراوانی طبیعی ها به چه ترتیب بود؟ 1 بیشتر از 2 بیشتر از 3. از این تیپ نکته ها. اومدیم درباره رادیو ایزوتوپ های صحبت کردیم. حالا اینکه رادیو ایزوتوپ چیه رو جلسه بعدی با همدیگه صحبت میکنیم. ایزوتوپ ساختگی رو بهت گفتم. گفتم از 4 تا 7 ساختگیه. یه دونه رادیو ایزوتوپ طبیعی داریم که چی بود؟ همین الان گفتم هیدروژن 1-3 که 1 کیلو گذاشتم اینجا. خب؟ هیدروژن 3. نیمه عمر رادیو ایزوتوپ ها چه شکلیه؟ 3 بیشتر از 5 بیشتر از 6. این 4 اینجا برای من خیلی مهمه ها. ترتیبو به هم زده. درسته؟ حواست به این 4 باشه. بچه‌ها فکر می‌کنم میشه 3 4 5 6 7، اما اینطوری نیست. این 4 ترتیبه رو به هم زده. حواست باش. خب پایداری ایزوتوپا چه شکلیه؟ 1 بیشتر از 2 بیشتر از 3 بیشتر از 5، بعد 6، بعد 4. حواست باش. اینا رو من جلسات بعدی کاملا برات توضیح میدم. فقط خواستم بهت بگم چقدر نکته. میشه از یه جدول فسقلی توی یه بخشی از کتاب درسی میشه درآورد. اینطوری باید شیمی بخونی. حالا مسائل جرم اتمی میانگین. ببینیم مسائل جرم اتمی میانگین رو کتاب درسی چجوری بررسی کرده. جرم اتمی میانگین هر عنصر همان جرم نشان داده شده در جدول دوره ی عنصر هاست. آقا یعنی چی؟ توی جدول تناوبی یه سری جرم زیر هر نماد نوشته شده که با اعشار هم هستن معمولا. به اون میگن جرم اتمی میانگین. آقا مثال میزنی برای ما؟ مثلا فرض کن که 2 تا وزنه 2 کیلوگرمی داریم، 2 تا وزنه 1 کیلوگرمی داریم. درسته؟ من میگم 2 تا وزنه با 2 تا جرم مختلف داریم. اگر بخوام بگم 4 تا وزنه با جرم یکسان داریم، میام چیکار میکنم؟ میام جرم همه اینا رو جمع میزنم، تقسیم بر تعداد وزنه ها میکنم. آقا یعنی چی؟ یعنی میام مینویسم 2 به علاوه 2 به علاوه 1 به علاوه 1 چند تا وزنه دارم؟ 4 تا. میشه 6/4 میشه 1.5. یعنی به جای اینکه بگم 2 تا 2 کیلویی دارم، 2 تا 1 کیلویی دارم، میخوام ساده کنم. فرض کنم همه وزنه هام یکسانه. فرض کنم همه، حالا بگم اتمام جرم یکسانی رو دارن، میام از این استفاده میکنم. مجموع جرم ها تقسیم بر مجموع تعداد. حالا ممکنه تعداد تو بر حسب درصد باشه. خب میای تقسیم بر 100 میکنی. درصد هم نوعی تعداد دیگه. فرض میکنیم 100 تا نمونه داریم. بر حسب این بیان میشه. الان اینجا به جای اینکه بگم 2 تا 2 کیلویی دارم، 2 تا 1 کیلویی دارم، میام میگم 4 تا 1.5 کیلویی دارم. شبیه هم شد، یک اندازه شد. اینطوری استفاده کردنش داخل واکنش ها، داخل محاسبات خیلی ساده تر میشه. خوب دقت کن. فرمولی که کتاب درسی عنوان کرده دقیقا همین کاریه که من انجام دادم. میام میگم حالا به جای اینکه بنویسم 2 به علاوه 2، مینویسم 2 ضرب 2. به جای اینکه بنویسم 1 به علاوه 1، مینویسم 2 ضرب 1. میام میگم که جرم هر عنصر، اینجا گفتم جرم ایزوتوپ انوم، فرض میکنم مثلا وزنه هام بی نهایت تنوش، 1 کیلویی 2 کیلویی 3 کیلویی 4 کیلویی تا بی نهایت. میام میگم که این جرم اولیه. این آ1 تعداد یا درصد اولیه. همینطور M2 جرم دومی، A2 تعداد یا درصد دومی، M3 جرم سومی، بعدی تعداد یا درصد سومی. تقسیم بره این به زبون خودمونی چی میشه؟ مجموع تعداد یا درصد. آقا این به چه دردمون میخوره؟ اینجا رو نگاه کردی؟ حالا میخوایم چیکار کنیم؟ مسئله حل کنیم. اولین سوالی که مطرح میشه سوال تعدادیه. توی کتاب درسی ماکسیموم سوالایی که اوورده 2 تا ایزوتوپ داشته. بعد اینا رو دارم میگم تو ذهنت، حالا هر چیزی که میخوای تصور کنی تصور کن. تا الان، یعنی تا قبل از کنکور امسال، ما سنگین ترین مسئله‌ای که داشتیم 3 ایزوتوپ بوده داخل کنکور.
کنکور تجربی سال 99، سوال 201، اولین سوال با یک سوال ایزوتوپ، اونم از نوع چهارتایی شروع میشه. حالا میگم هرچی میخوای تصور کنی تو ذهنت تصور کن. با دو مدل مجهول، با عددهایی که خیلی بدن، با عددهایی که تو نگاه کنی به گزینه ها فکر میکنی همشون درسته، تکنیک نزنی اون سوال رو باختی. چون سوال اول کنکورم هست، ممکنه که توی روحیت، ممکنه که نه قطعا توی روحیت تأثیر میذاره. خب اینجا رو نگاه کن، گفته اگر به ازای هر ایزوتوپ Fe56 چهار ایزوتوپ Fe59 داشته باشیم، جرم اتمی میانگین چقدر است؟ ترجمهش کنم. اگر هر وزنه 56 کیلویی داشته باشیم، در کنارش 4 تا وزنه 59 کیلویی داشته باشیم، جرم میانگین یه دونه وزنه چقدر میشه؟ من میام مینویسم جرم اتمی میانگین رو بچه ها معمولا با M بار نشون میدن. میام میگم M باره برای کی دارم مینویسم؟ برای آهن، درسته؟ میام میگم اول اینجا مینویسم، میگم Fe 56 یه دونه دارم، Fe 59 چهار تا دارم، درسته؟ خب میام میگم Fe یه دونه 56 دارم به علاوه چهار تا 59 دارم، تقسیم بر مجموع وزنه هم چند تاست؟ 5 تا، مساویه با محاسبش. حالا محاسبش رو خوب دقت کن، میگم 4 ضرب در 60 میشه 240، یه دونه از 60 کمتره دیگه، ضرب در 4 هم شده، پس 4 تا از این 240 کم میکنم میشه 236. 236 با این 56 جمع بشه میشه 292 تقسیم بر 5. حالا دقت کن دانش آموز مبتدی، خوب اونایی که ادا خوبارم در میارن، میان میگن که 292 تقسیم بر 5، سری میاد تقسیم میکنه و بعد میخواد جواب پیدا کنه. نگاه کن اینجا رو، عدد اگر بخواد تقسیم بر 5 بشه، ضرب در 2 میشه یه اعشار میزنیم. یه بار دیگه بگم، ضرب در 2 میشه یه اعشار میزنیم. فرض کنین 300، ضرب در 2 میشه چند؟ 600. فاصله این 292 تا اون 300 چقدر بود؟ 8 تا. ضرب در 2 شم کردم میشه 16. پس 16 تا از 600 کم کن. 16 تا از 600 کم کنم میشه چقدر؟ میشه 584. گفتم یه اعشار بزن دیگه، اینم یه اعشار. پس چی شد؟ عدد بخواد تقسیم بر 5 بشه، ضرب در 2ش میکنم یه اعشار میزنم. به همین راحتی. تازه این راه حل اگر با استفاده از روش‌های محاسباتی که الان گفتم بری، یک دقیقه و نیم طول میکشه. محاسبه‌ای که کلاً دو تا ایزوتوپ داره، درک مسئله خیلی راحته، بعد میخوای محاسباتش رو انجام بدی. سوال کنکور رو چجوری میخوای حل کنی با این؟ بیکاریم دیگه، میشینیم حل میکنیم. 35 سال 35 دقیقه. اینو همیشه گوشه ذهنت داشته باش. بریم سراغ تست کنکور. عنصر آ، میگم اولین سوال شیمی امسال بود. عنصر آ دارای 4 ایزوتوپ با عدد جرمی 49، 51، 53 و 54 است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول 65، یعنی من میدونم این دوتا روی هم رفته 65 درصدن، و فراوانی ایزوتوپ سوم 15 درصد، خب اینم 15 درصد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ خب اول اینو بگم، بچه‌ای که نمیدونه این 54 درصدش میشه 20 درصد، یه سر باید به بهزیستی بزنه. چرا؟ آقا درصد مجموعش میشه 100 دیگه، این 65 با اون 15 میشه 80، این که بشه 80 قطعا این 20 درصده. حالا بیاین چیکار کنیم؟ من زیر هم ردیفشون میکنم، میگم 49 درصدش رو میذارم x، درسته؟ 51 درصدش میشه 65 منهای x، درست میگم؟
بعدی 53 درصدش میشه 15، 54 درصدش میشه 20. بخوایم مرتبش کنیم، میام میگم جرم اتمی میانگینش هم تازه اینجا بهم داده، گفته 50 و 95، میگم 50 و 95 مساویه با 49 ضرب در x کنم به علاوه 51 ضرب در 65 منهای x کنم به علاوه 53 رو ضرب در 15 کنم، تموم شد تخته، به علاوه 54 رو ضرب در 20 کنم، تقسیم بر اینو دیگه امیدوارم بدونی دیگه، تقسیم بر 100. بعد از اینکه محاسبه ها رو انجام دادی به این میرسی، خب به این میرسی که این ایکس چقدر باید به دست بیاد، این ایکس باید به دست بیاد 47.5، این که بچه 47.5، این یکی میشه 17.5. تو محاسبات رو فقط نگاه کن، این محاسبه رو باید انجام بدی. من واقعا روم نمیشه حل کنم، اینقدر طولانیه، حال حل کردنش هم ندارم واقعا، اگر بخوام از این روش برم کنکور تموم شده، سوال اولم هست دیگه، کلن میبوسم میذارم کنار، سوال بعد ایشالله اگر این سوال اومد سعی میکنم حلش نکنم، سوال اولم هست دیگه. تو میگی که ایزوتوپ زیادم سخت نیست، پس یا علی حلش کنیم، بعد میای تو دام اینجا میفتی. بریم روش تستی رو ببینیم. اولین چیزی که تو باید بدونی بچه ها، فراوانی میشه مقدار مورد نظر تقسیم بر مقدار کل، به زبون خودمونی میشه جزء به کل. آقا یه مثال بزن ما یاد بگیریم. چشم، میام میگم که توی اتاقی، نه اینطوری خیلی بد آموزی داره، توی جعبه ای 3 تا سیب هست، 7 تا گلابی، فراوانی، درصد فراوانی، حالا هر چیزی که اسمشو میذاری، فراوانی سیب ها، 3 تا سیب بود 7 تا گلابی، فراوانی سیب ها چقدره؟ نگی 3 تا ها، 3/10. چرا؟ من گفتم جزء به کل. فراوانی بچه ها همواره عددی بین 0 و 1 تو این فرمولی که من دارم میگم. پس اگر بهت گفت فراوانی فلان ایزوتوپ 20%، تو باید تو فرمول من چند بذاری؟ 20%. اگر گفت به ازای یه دونه 4 تا داریم، فراوانی اون یه دونه یه رو باید چند بذاری؟ 1/5. آقا چرا 1/5؟ 1 خودشه جز، کلش چند میشه؟ 1 اینور بود 4 تا اینور، جمعش میشه 5 تا، میشه 1/5. پس فراوانی همیشه حواست باشه بچه ها، خیلی مهمه ها، مقدار مورد نظر تقسیم بر مقدار کل، و اینکه همیشه عددی بین 0 و 1. حواست هستش دیگه، نه؟ داری منو نگاه میکنی؟ فراوانی همواره عددی بین 0 و 1، درسته؟ خب اینجا نگاه کن، من میام میگم که جرم اتمی میانگین M1 و اینایی که حالا نوشتم میخوام توضیحش بدم. فرض میکنم من یه ایزوتوپی دارم، جرمش M1ه، فراوانیش F1ه. فراوانی چی بود؟ بین 0 و 1. حواست باشه، جزء به کل. میام میگم M2 فراوانیش چیه؟ F2. به ترتیب جرمم هستشا، M3 F3 الالعبد. فرضم میکنم این سبکتره، یعنی من همیشه با این سبکتره کار دارم. خوب دقت کن، میام میگم جرم سبکتر، من اینجا هم بنویسم برات، جرم سبکتر به علاوه اختلاف 2 با سبک ضرب در فراوانی 2 به علاوه اختلاف 3 با سبک ضرب در فراوانی 3. اگر دقت کنی هی دارم با سبکه اختلاف میگیرم ضرب در فراوانی خودش میکنم، سادهش همین میشه، جرم سبک به علاوه اختلاف هر عنصر با سبک ضرب در فراوانی خودش، اختلاف هر عنصر با سبک ضرب در فراوانی خودش. نگاه کن اینجا رو،
من نکتش هم گفتم دیگه، M1 جرم ایزوتوپ سبکتر بوده. جالبیش اینجاست، در فرمول تستی خبری از فراوانی ایزوتوپ سبکتر نیست. من یه پارامتر رو حذف کردم کلن. آقا تو این فرمول من تو جای F1 میبینی اصلا؟ F1 دیده نمیشه. چرا؟ نیازی ندارم، حذفش کردم. اینه که میشه فرمول تستی. برگردیم اول اون سوالی که همون آهن بود به ازای یه دونه چارتا رو با جرم اتمی میانگین به فرمول تستی حلش کنیم. برمیگردم سوال کنکورم از سر همون روش حلش میکنم. خب اینجا رو نگاه کن، من اینو دیگه با مشکی حلش کنم. تا اینجا میدونم به ازای هر یه دونه 56 به ازای هر 4 تا 59 تا دارم. میام میگم فراوانی این مهندس قرار شد بشه چی؟ این ور بنویسم فکر میکنم بهتر باشه. فراوانی این شد 1/5. همین الان گفتم دیگه تو مثالم یه دونه این ور 4 تا این ور جز به کل، کلم 5 تا دونه است، این یه دونه است، فراوانیش میشه 1/5. فراوانی این میشه چند؟ خودتون بگین. 4/5. حالا میخوام از فرمول تستیه برم. دقت کن اینجا رو، میام اینجا مینویسم. میگم جرم اتمی میانگین آهن مساویه با، عقل سلیم میگه بین 56 و 59 کدومشون سبکترن؟ خنده دار سواله نه؟ ولی مطمئن باش تو سوال تستیا خودت بین همین گیر میکنی. پس من میام جرم سبکتره رو حساب میکنم. میام میگم که سبکتر من چیه؟ 56. درسته؟ به علاوه خودت بگو اختلاف این دوتا چند تاست؟ 59 و 56. آفرین، 3 تا. من از قصد اینو اینطوری اینجا می نویسم که اگر کسی خواست یادداشت کنه بفهم از کجا آمده. زب داره فراوانی این 59 چنده؟ این لعنتی نگاه کن 4/5 1/5 نذاری یا. من فراوانی سبکه رو اصلا داخل فرمولم نمیذارم. درسته؟ پس من میام اینجا میگم ضرب داره 4/5. حالا میخوایم محاسبه انجام بدیم. خوب دقت کن اینجا رو. میگم این که 3 شده، 3 ضرب داره 4/5 میشه 12/5. گفتم عدد تقسیم بر 5، ضرب داره 2 کن یه اشار بزن. 12 ضرب داره 2 24 یه اشار بزن میشه 2/14. خودت بگو مهندس 2/14 با 56 جمع بشه میشه 58/14. این محاسبه رو با این محاسبه رو تو مقایسه کن. نگه این سوال خیلی ساده بود آقای فلاتور اومد حل کرد دمشم گرم، ولی ما با این روش راحت تری بهتر فهمیدیم. ما تو کنکور الان نشونت میدم. نگاه کن اینجا رو، اینا رو که اومدم اینجا نوشتم. من میام از همون فرمول تستیم شروع میکنم. میام میگم 50/95 مساویه با، عقل سلیم من میگه بین این 4 تا این از همه سبکتره. میام مینویسم 49 به علاوه، چون جا ندارم سریع اختلافاشو میگم. این دوتا اختلافش چنده؟ اینم میگیرم ایکس ها، اینو میگیرم ایکس. حق دارم دیگه، اینو بگیرم ایکس، این میشه 65 منهای ایکس، هیچ فرقی نداره. این اختلاف شند دوتا زب داره فراوانیش ایک صدام بذاری یا. التماست میکنم نگی اینجا ایکسه، اینجا 15، اینجا 20. 15 صدام، 20 صدام. حالا به علاوه اختلاف این دوتا چقدره؟ 49 و 53، 4 زب داره فراوانیش شنده 15 صدام. آفرین، 15 صدام. به علاوه اختلاف این 54 با 49 چنده؟ 5. فراوانیش چنده؟ 20 صدام. بیا محاسبه کنیم با هم. 4 ضرب در 15 میشه 60، تقسیم بر 100 میشه 1/6. 5 ضرب در 20 میشه 100، 100 صدام میشه 1. درسته؟ 49 و 1 میشه 50، 50 با 1/6 میشه 50 ممیز 1/6. 50 ممیز 1/6 بیاد این طرف،
منفی میشه دیگه 35 صدم مساوی 2 ضرب در x صدم میشه. یاد بگیر به جای اینکه اعشاری بنویسی کسری بنویسی. صد اینور با صد اینور ساده میشه. 2 با 35 ساده میشه، میشه 17 و نیم. آقا x من به دست اومد 17 و نیم، فقط با یه تقسیم کردن خیلی ساده. نگاه کن گزینه ها رو نگاه کن، کدوم گزینه 17 و نیم داره؟ فقط گزینه 2. سوال تستی داریم حل میکنیم ها، 99 رو دارم حل میکنم، سخت‌ترین کنکور 20 سال اخیر، 4 ایزوتوپ است، با روش کتاب درسی اینقدر طول میکشه. به خودت بیا، ایمان بیار به روش حداقل. بریم سراغ ادامه. خب اینا رو که گفتیم، حالا یه خوردم میخواییم با هم دیگه مرور کنیم، تعیین دوره و تعیین گروه رو با هم دیگه یاد بگیریم. میخوام دوره تعیین کنم بچه ها. اگر خواستم دوره یک عنصر رو تعیین کنم، میام چیکار میکنم؟ میام چک میکنم بین کدوم دوتا گاز نجیبه. شماره گاز نجیب بزرگه میشه شماره دوره. آقا مثال بزن. اول قبل از این که مثال بزنم، این گاز نجیبا رو خوب تو ذهنت داشته باش، باید حفظ کنی، از نون شب واجب تره. هلیوم 2، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54. لبیرایی که میگن زنون اسمش فرق میکنه، آقا کتاب درسی نوشته زنون، تو زیاد سخت نگیر. زنون 54، رادون 86. خوب دقت کن اینجا رو. من میخوام چک کنم کادمیوم 48 دورش شنده. بچه ها این کادمیوم 48 بین کدوم دوتا گاز نجیبه؟ خودت بگو. بین 36 و 54. این اگر بخوام بالا شماره گذاری کنم، این یکه، این دومیه، این سومیه، این چهارمیه، این پنجمیه، اینم ششمیه. درسته؟ بین چند و چنده؟ بین 4 و 5. گفتم شماره گاز نجیب بزرگتره میشه دوره، یعنی 5 دورشه. آقا چه شکلی؟ من میام میگم بین گاز نجیب 4 و 5مه. درسته؟ دوره 4 یعنی تموم شده، رفتیم تو دوره چندم؟ پنجم. یه مثال میگم، این دفعه خودت بگو. AU 79 طلا، خانوما خیلی دوست دارن، حتی الان آقایون هم دوست دارن ها. همه الحمدلله ملت غیور پرور ایران تو صفای طلا و دلار. AU 79، AU 79 خودت به من بگو، من سکوت میکنم. کدوم دوره است؟ چک کن بین کدوم دوتاست. آفرین، بین کدوم دوتاست؟ بین 5 و 6. پس شماره گاز نجیب بزرگتره، یعنی n مساوی 6، دورش مساوی 6 میشه. نگاه کن اینجا رو، بین گاز نجیب 5م و 6م. درسته؟ پس دوره 5 تموم شده، اومدیم دوره چندم؟ دوره 6م. متوجه شدی؟ تعیین دوره به همین سادگی. آقا اومدیم و یکی بیشتر از 6 بود. دمش گرم. یه مثال بزنیم. اورانیوم 92، درسته؟ بین 6 و 7. آقا 7 هم برای ما می نویسی؟ اوگانسون 118. اصلا فرض کن بلد نیستی. مگه دوره 6 تموم نشده؟ اینجا دارم میگم دیگه، دوره 6 تموم شده، درسته؟ پس من میام اینجا می نویسم دوره 6 تموم شده. چرا؟ من گاز نجیب 6م رد کردم دیگه، این 92، این 86ه. پس دوره 6 تموم شده، رفتم تو دوره چندم؟ هفتم. اوکیه؟ خب حالا میرسیم به تعیین گروه. بچه ها من فرض میکنم آرایش الکترونی بلد نیستی، هنوز اول سال دهمی، تنها چیزی که توی مخیلت هست عدد اتمیه. درسته؟ عدد اتمی اگر تو ذهنت باشه، ما سه تا روش داریم برای اینکه گروه رو تعیین کنیم. اوکیه؟ من اگر بخوام گروه رو تعیین کنم، خوب دقت کن، اگر بخوام گروه رو تعیین کنم چیکار میکنم؟ این سه تا روش رو پیاده سازی میکنم. هیچ کدوم کامل نیستن، ولی مجموع همشون میشه کامل. میگم و یه تست از 99 باز از دوباره میزنم. میام میگم روش اول، شماره گروه مساوی عدد اتمی منهای گاز نجیب قبلی، پس به این برس برای تعیین دوره گروه، از هر چیزی واجب تر گاز نجیب حفظ کردنه.
میام میگم کادمیوم 48 میخوام گروهش رو تعیین کنم، خودت بگو. گاز نجیب قبلیش کی میشه؟ کریپتون 36. اختلاف 48 و 36 چنده؟ 48 منهای 36 میشه 12. بنابراین گروه شنده 12. درسته؟ حالا عنصر بعدی کرم 24، این دفعه خودت بگو گاز نجیب قبلیش کیه؟ آفرین، بیداری دیگه. نه گاز نجیب قبلیش آرگون 18. اختلاف 24 و 18 چنده؟ میگم شماره گروه مساویه 24 منهای 18 مساویه 6. آقا گفتین کامل نیست، استثناء داره. استثناءشو با هم ببینیم. این روش برای عناصر 5 تا 9 17 13 تا 17 57 تا 70 89 تا 102 جواب نمیدهد. اصلا اینو اینطوری بگم بهتره، برای دوره 6 و دوره 7 جواب نمیده. این غالبا چون بچه ها به این میرسن، غالبا دوره 4 و 5 که خیلی ازش تست میاد، دوره 1 2 3 رو دیگه همه بچه ها باید حفظ باشن، حتی 4 هم باید حفظ باشن، 5 هم اگر حفظ بودن مستحبه. حالا میگم جلوتر برای کسایی که یه خورده میخوان قوی تر ظاهر بشن داخل کنکور، میگم غالبا 4 و 5 برای این دوره. حالا بریم سراغ روش دوم، ببینیم تو روش دوم چه اتفاقی میفته. روش دوم این دفعه میام میگم 18 منهای اختلاف با گاز نجیب این دفعه بعدی. آقا چرا 18؟ چون ما کلن 18 گروه داریم. آقا گروه چیه؟ ما نمیدونیم، انقدر نمیدونیم. 18 یعنی چی؟ ما توی جدول تناوبی 18 تا ستون داریم، این ستونا رو بهش میگن گروه. کار میکنیم اینا رو با هم. میام این دفعه باز از دوباره کادمیوم رو میخوام تعیین گروه کنم. میام میگم که گاز نجیب بعدیش کیه؟ زنون 54. اختلاف این 54 و این 48 چنده؟ 6. درسته؟ این اختلاف 6. میام 18 رو منهای 6 میکنم، باز از دوباره گروهش به دست اومد 12. مثال دیگه کروم 24. میام میگم گاز نجیب بعدیش کیه؟ کریپتون 36. اختلافش شنده 36 و 24 12. میام میگم شماره گروه میشه 18 منهای 12 مساویه با 6. آقا این چطوره؟ کامله؟ نه اینم کامل نیست، ولی از قبلی کامل تره. این روش برای عناصر 1 3 4 11 12 و از دوباره اینم بگم 57 تا 70 89 تا 102 جواب نمیده. یه مثال بزنیم مثلا چرا جواب نمیده. مثلا 12 رو که کیه؟ من یزیوم 12ه، همه هم میدونن گروه 2ه، میخوام چیکار کنم؟ تعیین گروه کنم با این روش که نمیشه. میخوام بفهمم چه شکلیه که نمیشه. گاز نجیب بعدیش کیه؟ آرگون 18. اختلافش چند تاست؟ 18 منهای 12 میشه 6. الان 18 رو منهای 6 میکنم، شد گروه چند؟ 12 که غلطه، گروه 2. پس فهمیدی که چرا اینا استفاده نمیشن؟ جواب نمیده. حالا اگر یه خورده تست بیشتر بزنی متوجه میشی عنصر 20 تا 29 و عنصر 40 تا 49 خیلی تو تستا تکرار میشه. بهتره یه خورده سریع‌تر بیایم گروه اینا رو تعیین کنیم. نگاه کن، من میام میگم روش سوم شماره گروه میشه یکان به علاوه یه دهگان، همین سادگی. آقا 48 درسته؟ آقا شما بگین اصلا این 48 جمع یکان دهگانش چند میشه؟ 12. 4 و 8 دیگه، تنها سختی که داره تو باید این دوتا رو جمع کن، 4 و 8 12، گروه شد 12. کرم 24 جمعش چی میشه؟ 2 و 4 6. درست میگم؟ این فقط به درد اینا میخوره ها. 20 تا 29 40 تا 49 دبیرایی که زحمت میکشن نکته ها رو عوض میکنن، مثلا میان به اسم خودشون میزنن، میان میگن 21 تا 30 اولا که از 20 شروع میشه، دوما 30 جواب نمیده. حواستون باشه بچه ها، درست استفاده کنید نکته ها رو. 20 تا 29 40 تا 49
اینجا رو نگاه کن، تست سراسری با توجه به جدول زیر داده های کدام ردیف های آن درست است. خوب دقت کن، من فعلا فقط ردیف اول بررسی میکنم، بعدش هم تموم میکنیم کارو. میام میگم شماره گروه میخوام بررسی کنم، 29 درسته؟ 29 توی اون 20 تا 29 هم گنجیده میشه. میام میگم 2 و 9 = 11، پس این درسته. میام میگم 22 بین 20 تا 29 هست، پس میتونم از 1 آن 10 گانه استفاده کنم. میام میگم 2 و 2 = 4، درسته. میام میگم 24 بین 20 تا 29 هست، 2 و 4 رو جمع کنم گروهش میشه 6، پس 8 غلط. آقا این 31 به درد نکته تو نمیخوره، یه خورده باهوش باشی متوجه میشی. مگه من 29 نگفتم 11؟ پس 30 میشه 12، 31 میشه 13، پس اینم درست. میام عقبترش رو نگاه میکنم، دونه دونه میرم جلو. این تست سراسری 99 بود، چون بقیهش رو نخوندی بقیهش رو بررسی نمیکنم. امیدوارم که حداقل از این جلسه یه دید کلی گرفته باشی، تفاوت‌ها رو حس کرده باشی، مخصوصا سر اون جرم اتمی میانگین. یک تست قطعا هر سال توی کنکور هست، ازش استفاده کرده باشی، کلی اتفاق خوب برات بیفته، با همدیگه یه سال خوب رو داشته باشیم، کنار همدیگه شیمی رو شیرین کنیم. مرسی از اینکه توجه کردی، تا دیداری دیگر، هفته آینده منتظرتونم. خدا نگهدارتون. یا علی.